را تو را به خداوند سپردند. تو مهمان خداوند هستی، تو خودت خدا به خدا مسپاری. سفر را که شروع میکنین به نام خداوند شروع میکنین، انشالله شروع میکنین. شما دیگه خود تسلیم خداوند کردی. وقتی که تسلیم خداوند هستی، مهمان خداوند هستی، وقت که دعا بکنی خداوند بنده نیک خدا، بنده خدا خود دوست داره. خداوند از مادر کده شما را دوست داره. خداوند خودش میگه که ما از مادر کده بنده خدا دوست دارم. وقتی که تو مهمان میباشی، گپ مهمان کی دیگه با زمین میمانه. دعای معقول بکنی خداوند قبول میکنه. و به یاد داشته باشین، شما را میگم، اگر شما مسافر را در راه میبینین از قریه شما تیر میشه، از پیش خانه شما تیر میشه، از این موقع استفاده بکنین. دعای از اون مسافر در حق شما قبول میشه. او از سرزمین خود، از جای خود دور شده، او کس نداره. شما او را جای میتین، شما او را نان میتین، شما او را کمک میکنین. ازش بخواین، بگین بر ما یک دعا بکو، یک دعای خیر بکو. دعای مسافر در حق شما 100% قبول میشه. خداوند دوست داره که مهمان خداوند در شما مهمان نوازی بکنین. و او مهمان به حق خود نه، به حق شما دعا بکنه، او دعا رد نمیشه. شما این نقاط نازک یاد بگیرین که چه وقت دعا چه رقم خواسته شوه. دیگه یک وقت بسیار مهم که هست، وقت افطار است. در وقت افطار که تمام مسلمان ها صبح تا شام به فرمان خداوند که تمام غذاهای دنیا زیباترین مزه‌دارترین غذاها در سر دسترخوانشان است، پیش روی ششتن و منتظر فرمان خداوند هستن که خداوند اجازه بده که بخوریم. گلون داده ما، دست داده ما، دان داده ما، نان داده ما، پول داده ما، کل چیز داده ما، اما اجازه نداده ما را. خداوند به فرشته های خود میگه، بسیار به فخر میگه خداوند، بسیار زیاد خداوند و فخر میکنه به فرشته ها، میگه ببینین، شما گفته بودین که این انسان در روی زمین فساد میکنه، این انسان قابل از این نداره که در روی زمین باشه، شیطان نافرمانی کرد به این خاطر، اما بیبی انسان ها را منتظر فرمان هستند. تمام اختیار به دست خود انسان است. در وقتی که افطار می باشه، انسان می تانه بخوره، گلون است، دست است، غذا است، کل چیز است. کی تو را منع کرده؟ کی گفته تا که نخو؟ بخوری می موری نی نمی موری، مریض میشی نی نمیشی، هیچ چیز نمیشی، اما نمیخوری. این وقت است که خداوند فخر کرده. و در این وقت که تو از خداوند چیز بخوری، خداوند بسیار به خوشی بر تو چیز میته، دعای تا قبول میکنه، بسیار به خوشی قبول میکنه. این وقتای نازک متوجه باشین. و درباره روزه خداوند گفته که حتی پاداش روزه را من خودم میتم، خودم به دست خود من پاداش زیره میتم. اینقدر اهمیت داره روزه، بسیار زیاد اهمیت داره، چون وقتی است که خداوند سر بنده های خود افتخار میکنه. هیچ وقت وقتی که افطار میباشه وقت از دست ندین. شما تمام روز به خاطر از اونم او لحظه زحمت کشیدین، او لحظه را از دستتان نره. تمام فامیل کشیشتین، تمامتان دعا بکنین، پیش خداوند عشق بریزین، گیدیه بکنین. خداوند عاجزی را خوش داره، خداوند عاجزی بنده خود خوش داره و او دعا را در او اخرت نمی کنه. در دوران حضرت موسی علیه السلام قحطی آمده بود، غذا پیدا نمی شد، نان پیدا نمی شد، باران پیدا نمی شد، هیچ باران نمی بارید. مردم پیش حضرت موسی علیه السلام آمدن گفتن هی پیغمبر خدا دعا بکو. موسی علیه السلام نماز استسقا خواند، از طرف خداوند جواب آمد، گفت که ای موسی، در مجلس شما یک شخص است که نافرمانم است، تا که او را از این مجلس نکشین تا وقت باران نمیشه. حضرت موسی علیه السلام ای گپ آورد در مجموعه، گفت که خداوند این تو گفته، هر کسی که نافرمان خداوند است تو خودش بخیزه که باران شوه. هیچ کس نخیست. دفعه دوم گفت بازم هیچ کس نخیست. دفعه سوم گفت بازم هیچ کس نخیست. این شخصی که نافرمان بود، ای بدون از اینکه لب خدا شور بده، دمی دل خودی دعا کرد. این شخصی که خودش نافرمانی میکرد، این دمی دل خود دعا کرد و خداوند ایره بخشید. خداوند خود مالک دل هاست. خداوند ضرورت نداره که تو زبان تا شورم بدی، از دمی دلت میفهمه خداوند. تو از خداوند بخوای، دمی دلت بخوای. مجموعه همونجا بود، کل مردم همونجا شیشته بود، هیچ کس نخسته بود، باران شد از طرف خداوند. موسی علیه السلام پیش خداوند عرض کرد که خداوند ای چی رقم، ما خو آمدم هیچ کس خوب حاضر نشد که بگه یک من نافرمان استم. خداوند برش گفت که او بنده مرا راضی ساخت، من دعایش قبول کردم، از دل پاک دعا کرد، با یقین کامل دعا کرد. او فهمید که من متوجه شدم، او فهمید که من
میبینم او را. او وقت دعا کرد و یقین کامل دعا کرد و ما بخشیدم. ما دعایش شنیدم. ایام یکی از نقاط بسیار نازک و باریک است که متوجه باشین وقتی که شما دعا میکنین، مطمئن باشین که خداوند شما را میبینه و میشنوه. یقین داشته باشین. بزرگترین پایه یک دعا خود یقین داشتن است. او دعاها ضایع نمیشه. دعاها هیچ وقت ضایع نمیشه، بلکه ما سلیقه‌ش را نمیفهمیم، طریقه‌ش را نمیفهمیم. حالا ما بر شما خلاصه تمام از این را میگم. شما وقتی که دعا میکنین، نام پیغمبر خدا را بگیرین، شریک دعایتان بسازین. وقتی که پیغمبر خدا را شما نامش را همراه دعایتان میگیرین، ده او دعا شریک میسازین، او دعا رد نمیشه. وقتی را که ما بر شما گفتم، ده او وقتا شما دعا میکنین، او وقتا است که دروازه رحمت خداوند بیشمار باز است، او وقتا دعا رد نمیشه. وقتی که شما این رقم فهمیدین که دعا اینی رقم آداب داره، اینی رقم طریقش است و سلیقش است، او وقت دعای شما رد نمیشه. وقتی که امتی موسی علیه السلام در خاموشی در مدل خود دعا میکنه و او را خداوند قبول میکنه بدون از اینکه خود پیغمبر خدا خبر شد و خود حضرت موسی خبر نشد که نفر کی بود، پس ما و شما خود امت از او پیغمبر هستیم که حبیب خداوند است. ما بسیار مقام بالاتر داریم. خداوند دعای ما را حتما قبول میکنه، صرف ما طریقه و سلیقه‌اش را بفهمیم و وقتش را بفهمیم که چه وقت باید انسان دعا بکنه. دوستای عزیز، خدا کنه که این ویدیو خوشتان آمده باشه، شما فهمیده باشین که طریقه دعا کردن چیست. اگر این ویدیو خوشتان آمده، چینل ما را سابسکرایب بکنین، ویدیو را به دیگر دوستانتون هم شریک بسازین. چینل را به خاطر سابسکرایب بکنین که این ویدیو به دیگران برسه. از شما چیز کم نمیشه، اما این ویدیو به دیگر مردم ها میرسه. این رقم ویدیوها را اگر میخواین در کامنت بر ما